الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. صفات رب ذوالجلال و اسماء نیکوی پروردگار عالم موضوعی بسیار وسیع و گسترده‌ای هست که ما هر چی سخن بگیم در ارتباط با اون در واقع نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. الله متعال خالق هستی، اسماء و صفات پروردگار متعال عرصه ای از عرصه های علم و دانش انسان رو باید به خودش اختصاص بده که اون عرصه در واقع با هیچ نوع علمی نمیشه اون رو مقایسه کرد. هرچی ما از علم و دانش حاصل میکنیم در واقع همه اینها در نهایت منتهی میشه به یک موضوع و اون صفات کمال رب ذوالجلال. علم و دانش ما چی هست؟ علم و دانش ما در واقع معرفت و شناختی هست از هستی، شناختی هست از اون چی که در این هستی اتفاق میفته و اون چی که در این هستی وجود داره و اون چی که در این هستی ضمن یک نظام هماهنگ در مقابل ما جلوه پیدا میکنه و اون چی که در این هستی ما با اون برخورد داریم. ولی بخش دیگر این موضوع علم بحث خالق این هستی هست، بحث مدبر نظام این هستی هست. در نتیجه علم و دانش ما همه اینها منتهی میشه به موضوع. ما هرچی علم به دست بیاریم، هرچی دانش به دست بیاریم، در نهایت منتهی میشه به یک موضوع و اون بزرگی و عظمت و صفات رب ذوالجلال. چون همه اینا رو در واقع خالقی و یک ربی ایجاد کرده و او داره اداره میکنه. در هر زمینه ما علم و دانش به دست میاریم در واقع منتهی میشه به این موضوع، به شرطی که این قضیه رو ما به درستی بعد نظر بگیریم و ازش غافل نمونیم. یکی از موضوعاتی که قرآن کریم برامون مطرح کرده بحث حیات و مرگ است. ما برنامه پیشین هم در ارتباط با محیی و ممیت بودن رب ذوالجلال، زنده کننده و میراننده بودن پروردگار متعال صحبتی داشتیم و قبل از این هم صحبتی در ارتباط با رب الفلق بودن الله متعال داشتیم، صفتی که یکی از مهمترین پدیده های جهان آفرینش رو ما میتونیم در پرتو این صفت روش تأمل کنیم و تدبر کنیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. این موضوع یعنی حیات و مرگ یه موضوع پدیده فقط وجودی نیست که ما چیزی رو ببینیم و قصهش تمام میشه. اگر ما یه موضوعی رو، یه چیزی رو، یه پدیده رو فقط بحث وجودش باشه، خب ساده هست، این زیاد پیچیده و زیاد عمیق و دقت زیادی رو لازم نداره. اما وقتی که میایم میبینیم که یه موضوع فقط وجود یک هستی رو ما نشون نمیده، وجود یک موجود رو نشون نمیده، یعنی
مخلوقی رو برامون نشون نمیده، بلکه وجود متحرک و پویا و دائم و مستمری رو به ما نشون میده که در پی این پویایی و استمرار و حرکت رب عظیمی رو باید به خوبی بشناسیم که این رو داره اداره میکنه. یه مخلوق هست که ما میبینیم، خلایق، همه خلایق پیش رو اون هستن. الله خالق کل شی. یه بحثی برمیگرده به خود خلق، یخلق، خلق میکنه، مستمر ایجاد میشه. ما یه موقعی هست که مثلا یه ساختمان رو میبینیم، این ساختمان فقط یه ساختمان ساخته شده ای استاده ای هست، حالا بگیم برجی باشه، به طور طبیعی خب این عظمت و بزرگی و جزئیات و زیبایی اون جای شگفتی رو برامون پدید میاره، از مهندسش تا کارفرماش تا کارگری که اینو ساخته تا بنایی که و معماری که نقش داشته در ساختن اون. ولی یه موقع هست که ما میبینیم مستمر داره برج در پی برج ساخته میشه، بس چیزی دیگه میشه، شگفتی چندین برابر میشه. و گاهی هست و بلکه به طور ویژه ما داریم چیزی رو میبینیم که اصلا شباهتی با این چه که بشر ایجاد میکنه نداره. وقتی که ما یک برج رو میبینیم داره ساخته میشه، فرضاً در حال ساخته شدن هست، خب به طور طبیعی نظامی رو میبینیم، نظمی رو میبینیم، هماهنگی رو میبینیم، نقشه‌ای رو میبینیم، معماری رو میبینیم. بدون وجود معمار و کارگر و کارفرما و نقشه خب برجی ساخته نمیشه. یه بخشش اینه که خب به طور طبیعی یک سازنده‌ای در کار باید باشه. یه بخش دیگه این هست که ما برجی رو که میبینیم ساخته میشه، مواد از بیرون آورده میشه، موادی رو، هر نوع ماده‌ای رو میارن و روی هم گذاشته میشه، برج ساخته میشه، ترکیب میشه اعضای این برج. ولی ما در این آفرینش حیات یا پدیده ای رو مشاهده میکنیم که اون ترکیبی از خلائق مختلف نیست، بلکه حیات است، بسیار متفاوت است. حیات دانه ای هست، یه بذری هست، این بذر ترکیب شده از مواد معینی هست. ما تفکیکش بکنیم، بازش کنیم، برامون نشون میده درش چه موادی هست، مواد معدنی درش هست، مواد املاحی که درش وجود داره، پروتئینی هست، اگر بخشی از اون مواد ویتامینات باشه مثلا، یا به همین صورت بخشش آب باشه، یا هم جزو یا عموما دانه ها روغنی هست و بخشی از روغن رو در بر داره. خب این چیزی هست که میتونیم جدا جدا تفکیک کنیم و ترکیب اون رو بشناسیم و به کار میگیریم، استفاده میکنیم از این دانه ها. ولی این دانه صلاحیتی در درون خودش داره، یا در درون این صلاحیتی گذاشته شده است که در یک موقعیت معینی از گرما یا از نمو شرایط معینی از زیست قرار میگیره، این جوانه میزنه، رشد میکنه، بزرگ میشه، درخت میشه، نهالی میشه، درختی میشه، برگ میکنه، ثمر میده، میوه میده. این چیزی هست که یه دانه کوچک هست، ریز هست، که این رشد رو درش ما مشاهده میکنیم. ما برجی رو که میسازیم اینطور نیست که از درون خودش صلاحیت رشد رو چیزی داشته باشه، ما ترکیب میکنیم اجزا رو با اجزای دیگه. الله متعال خالق هست، محیی و ممیت هست، حیات میده. یعنی در درون اشیا
صلاحیت و شایستگی حیات رو ایجاد کرده و براش حیات رو میبخشه، میده بهش. و بعد از این تمام مراحل رشد این موجودات رو زیر نظر داره. شما در نظر بگیرید که چقدر در این دنیا ما از حبوب و دانه های مختلف گیاهی و دانه های خوراکی داریم که همه اینها در معرض رشد قرار میگیرن و حیات بهشون داده میشه و رشد میکنند. الله متعال در آیه 95 سوره انعام بعد از یک اصلی که گفته، در واقع ما اصل رو باید در نظر بگیریم، خیلی بهتر هست، یعنی بهتر میتونیم موضوع رو درک کنیم. میگه ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلكم الله فانا تؤفكون. الله متعال شکافنده دانه هست و هسته هست. حب به دانه میگن حب، یا اون چی که به عنوان حبوبات ما ازش یاد بکنیم، و هسته همه نباتات رو بهش میگن نبا. و نیت هم به خاطر این نیت گفته میشه، چون در واقع هسته انگیزه انسان شمرده میشه. نشأت گرفته از نیت، عمل کرده انسان از نیتی که در واقع اون نوا هست. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، بیرون میاره، فعل مضارع هست، زنده رو از مرده. این حب و نوا ترکیبی هستند از عناصر مختلف که بهشون حیات میده، اون بیرون میاره حیات از این مرده یا از این عناصری که در ذات خودشون ماده هستند، بهشون حیات میبخشه. و مخرج المیت من الحی، و بیرون آورنده میت هست از زنده. جالب اینجاست که اینجا اسم فاعل هست و اینجا فعل مضارع هست. این فعل مضارع در واقع مطابق با حیات هست که حرکت داره، و اسم فاعل صفت ساکن هست که مطابقت داره با میت که سکون و حرکت ازش سلب شده هست. البته تناسب دیگری هم در این باب داره که در واقع این فالق الحب و النبا برای حیات هست، یخرج الحی من المیت هست، یعنی در واقع مخرج معطوف هست بر فالق، یعنی الله فالق هست که حیات میبخشه به وسیله شکافتن دانه یا شکافتن هسته. و به همین صورت الله متعال موت رو باز در درون زنده ایجاد کننده هست. ما جلسه پیش هم گفتیم که ما موضوع میت یا وجود موت یا بیرون آوردن موت از حیات چیزی هست که کمتر روش ما فکر میکنیم، که موت هم میتونه چیز مستقلی باشه. در واقع موت یک وضعیتی هست مستقل، مثل وضعیتی که در واقع حی داره، با تفاوت این که حی رشد درونی داره و میت در حالت تفکیک و جدایی عناصر هست. هر دو اینها دو وضعیت هست، دو وضعیت مختلف برای مخلوق. اون اللهی که این صفت بهش نسبت داده میشه، فالق الحب و النوا هست،
اون هست ذالکم الله، اون هست الله کمال صفات رو داره. فانا تو فکون، به چه سمت شما دارید منحرف میشید؟ به چه سمتی رو میارید؟ به کی رو میارید و از کی میخواهید؟ این جمله قرآنی در واقع در سوره انعام یا این آیه قرآنی آیه 95 در سوره انعام در پی آیه 91 سوره انعام که قبل از این هست، بحث هدایت و انزال کتب رو مطرح میکنه. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. الله رو در موقعیتی که شایسته او هست در واقع قرار ندادن، یا الله رو به اون بهش اون مقام شایسته ندادند، یا برایش قائل نشدن با این قولی که گفتند، با این گفتاری که گفتند ما انزل الله على بشر من شيء، الله متعال بر بشری چیزی رو نفرستاده. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، بگو که چه کسی کتابی که موسی آورد به عنوان نور و هدایت بود رو نازل کرد. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، اون رو مکتوب میکنید و بخشش رو ظاهر میکنید و بخشش رو مخفی میکنید. و علمتم ما لم تعلمو، و آگاه شدید اون چیزی که آگاهی بهش نداشتید، نه شما و نه پدرانتون. قل الله، بگو الله این کتاب رو نازل کرد. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بعد رها کن تا در همین بیهودکاری خودشون ادامه بدند. این موضوع مقام در نظر نگرفتن مقام الهی در انکار نبوت یا هدایت پروردگار متعال، ارتباطش با فالق الحب و النوا از اونجایی هست که ما در واقع دو نوع حیات داریم. یکی حیاتی هست که ملموس هست. چی میخواد حیات انسان باشه؟ چی میخواد حیات گیاهان باشه؟ چی میخواد حیات جانوران باشه و حشرات و امثال اینها باشه؟ این حیات حیاتی است که قابل لمس هست و به خوبی میتونیم این رو تفکیک و تفسیر و تحلیل کنیم. در مقابلش هم موت هست که باز هم قابل درک هست. یه حیاتی داریم که مخصوص انسان هست، هیچ موجود دیگری به طور انتخابی بهش داده نشده، بلکه در بقیه به صورت غریزی درشون گذاشته شده است. اون حیات هدایی هست. افمن جعلنا له نورا یمشی بیه فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، افمن احییناه فجعلنا له نورا یمشی بیه فی الظلمات. اون کسی که در واقع هدایت بهش داده شد، در حقیقت یک نوع حیات معنوی رو به دست میاره. تمام موجودات این حیات معنوی رو دارن، یعنی نظامی دارن که در سایه اون نظام دارن پیش میرن، ولی این حیات در قالب غریزه به اونها داده شده است. از یک زنبور اصل تا یک مخلوق ساده بسیار ریز رو میکروسکوپی رو هم در نظر بگیریم، یک نظامی رو براش الله متعال گذاشته که در چارچوب این نظام حیات خودش رو ادامه میده. اما ما این حیات معنوی رو خودمون به ما فرستاده شد و در اختیار ما گذاشته شد و خودمون هستیم که اختیار بکنیم یا مرگ رو بر حیات ترجیح بدیم. ارتباط این موضوع با مقام الهی اونجایی هست که الله متعال جهان رو، این جهان عظیم وسیع رو آفرید، برای همه این حیات معنوی گذاشت. آیا شایسته او هست که ما رو رها کنه، برامون حیات معنوی رو معرفی نکنه، ما نشون نده که چگونه زندگی کنیم و چطوری ما بهره‌مند بشیم از نظامی که در سایه اون نظام بتونیم رشد و تعالی رو به دست بیاریم؟ همه موجودات رشد و تعالی رو در سایه نظام او به دست میارن. از یک دانه گندم بگیرید
تا بزرگترین درختان، حیوانات، همه اینها تا رشد رو، خودشون رشد طبیعی رو الله متعال در نظام خلقتشون گذاشته، آیا رشد خلقی ما که الله متعال گذاشته رشد کردیم، از یک اسپرم کوچک آفریده شدیم، آیا شایسته الله متعال هست که ما رو رها کنه و حیات معنوی یا زندگی معنوی و نظامی که باید زندگی رو خودمون رو در چارچوب و نظام به سمت تعالی سوق بدیم ما رو رها کنه؟ شایسته الله متعال نیست. الله متعال کمال صفات ربوبیت رو داره. اللهی که دانه دانه این حبوب و کل دانه های گیاهی و دانه های خوراکی رو حیات میبخشه، میلیارد ها میلیارد، غیر قابل اصلا شمارش هست، در هر لحظه در هر ثانیه، اون الله متعال هست که رب شما هست، اون الله متعال هست که شایستگی اینو داره که بهش رجوع کنید و در سایه ربوبیت او زندگی رو سپری کنید، اطاعت و عبادت او رو بکنید و از اون نظام بخواید و از او هدایت بخواید. همه اینها رو الله متعال ایجاد کرده برای شما، در اختیار شما قرار داده. ما هر کدوم از این حبوبات رو در نظر میگیریم، یه نقشی در حیات ما داره و تأثیری در فایده گرفتن بهره‌گیری ما داره. روز به روز هم داره علم ما در این باب بیشتر میشه و اسرار این گیاهان رو و نباتات و دانه ها و هسته ها رو بیشتر پی میبریم، ولی هیچ گونه میخوای فکر کنیم که اون خالقی که اینها رو ایجاد کرده و به طور دائم و مستمر نظارت و بخشنده حیات به همه اینها هست، دائم و پایدار رب اینها هست، متناسب با نیاز ما اینها رو ایجاد کرده، اون پروردگار هستی رو، عظمت او رو در نظر گرفتن، شکر او رو به عنوان مهمترین دغدغه ذهنی تصور کردن، آیا این صفت حقیقی رو از ما نمی طلبه که ما شاکر او باشیم و عابد او باشیم و عظمت او رو در مد نظر قرار بدیم؟ گفتم که بسیار زیاد پیش میاد که ما یه صحنه بسیار کوچک یا یک خلاقیت بسیار ساده ای رو از مخلوق میبینیم، چقدر شگفت زده میشیم و چقدر برامون جای مدح و ستایش رو پدید میاره. یه نقاشی خیلی ساده چقدر برامون اهمیت داره، یک هنر بسیار ساده چقدر برامون ارزشمند هست، تشویق میکنیم، تقدیر میکنیم. سبحان الله عما یصفون. اما هیچگاه فکر نمیکنیم یه دانه‌ای که الله متعال در ذات اون چه صلاحیت های متعدد رو گذاشته، ترکیب های مختلف رو گذاشته، از بد و رشدش یا جوانه زدنش تا رسیدن به مراحل مختلفی که این دانه محصول خودش رو میده، چه زیبایی و چه اسرار و چه شگفتی و عظمتی رو در بر داره. یکی هم نیست، ده تا هم نیست، صد تا هم نیست، بی نهایت هست. فقط کافی هست که ما بیاییم
روی یک گل ساده فقط فکر کنیم که از چه نشأت گرفته و چگونه این ترکیب پدید اومده و این زیبایی خودش رو به دست آورده. بذاریم از بوی معطری که باز بخش دیگری هست از لذتی که الله متعال در ما متناسب با بقیه مخلوقات اطرافمون گذاشته، از بوی این مخلوقات لذت میبریم، از رؤیت این رنگهای خلائق لذت میبریم، از خوردن این میوه های متعدد لذت میبریم. این تنوع و تعدد با این کثرت هیچ جهاز نیستی روش فکر کنیم و بسم الله گفتن و الحمدلله گفتن رو هم حتی شاید بیاد نیاریم. آیا واقعا ظلم در حق خودمون، در حق ذات خودمون نکردیم؟ آیا خودمون رو واقعا بی‌بهره نکردیم از این نعمت عظیم و بزرگی که میتونیم ازش بهره‌مند بشیم و این لذت رو پایدار و دائم داشته باشیم؟ اون الله متعالی که این حیات رو با جوانه زدن یک دانه یا یک هسته ایجاد کرد، همون الله متعال فالق الاصباح، همون الله متعال صبح رو یا صبحگار رو یا روشنی رو به صورت گشایشی در تاریکی پدید آورد، تاریکی رو شکافت. زیبایی صبح هم یه بخش دیگری هست، همون الله فالق الحب هست، فالق النوا هست و فالق الاصباح هست. و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر و حسبانا، شب رو براتون موقعیت آرامی قرار داد و ما خورشید و ما رو هم در یک محاسبه دقیقی. تو هر کدوم از این بخش های متعدد این خلقت تأمل کنیم، دنیایی از عظمت و دنیایی از حکمت و دنیایی از معرفت رو داره. همه اینا اعجازی هست که این کلام الهی داره تا ما رو یادآور بشه مقام الهی و جایگاه پروردگار متعال رو پی ببریم، با او کسی رو شریک نکنیم. جعل اللیل سکنا، آرامش شب و کل اون چه که شب یا ذرات تاریک یا سیاه شب که بنان یک پدیده علمی امروز ما بهش رسیدیم، اثراتی که روی هورمون های انسان داره و آرامشی که به انسان دقیقا برای انسان ایجاد میکنه، این دنیایی از علم و معرفت هست. گردش منظومه ای که به عنوان منظومه شمسی اونو میشناسیم، فاصله ای که از خورشید داریم، موقعیتی خورشید از ما داره متناسب با حیات، متناسب با نیازی که ما از انرژی داریم، همه اینها دنیایی از علم و معرفت هست. ذالک تقدیر العزیز العلیم، همه اینها حساب شده هست، حساب عزیز و علیم هست. تقدیر العزیز العلیم، کی میتونه برایش حدی رو تعیین کنه؟ حدی رو برای عزیز و علیمی که برای تمام اینها قدر و حسابی رو تعیین کرد، موقعیت ما رو، حرکت ما رو، فاصله ما رو از ما از زمین، نقش ما رو نسبت به زمین، خورشید رو، موقعیت خورشید رو، انرژی خورشید رو، فاصله ما از خورشید رو و به همین صورت امکاناتی که ما از خورشید بتونیم به دست بیاریم، شب،
تأثیر شب و نیاز ما به وجود شب در حیات، روز و به همین صورت انرژی که باز ما به دست میاریم در ابتدا این روز. یعنی اینا هم هر کدوم از اینها دنیایی از علم و معرفتی هست که ما در هر بخشی از اینها تأمل و تدبر کنیم نهایت میرسیم به عزیز و علیمی که نمیتونیم براش، برای حاکمیت و سلطه او و برای علم و آگاهی او بر این حاکمیت حد و حدودی رو تصور کنیم. واقعیت اینجاست که هرچه بگیم ما کم گفتیم، ولی فقط من میخوام که مقداری ما با اون چه که تعامل ساده داریم و بهش توجه نمیکنیم توجه خاصی بکنیم و ببینیم که در هر دانه ای از دانه هایی که ما بهش توجه نمی کنیم، در یک بذری از بذور، در یک دانه ای از دانه های گندم میتونیم تأمل کنیم عظمت و بزرگی الله متعال رو به خوبی مشاهده کنیم. یا برنامه میبینیم، برمیگردیم و ادامه بحث رو انشاءالله با پاسخ به سوالاتی که مطرح کردید خواهیم داشت. میبینیم، برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. صفت فالق الحب والنوا در واقع صفتی هست که پروردگار متعال به طور ویژه ازش یاد کرده، به خودش نسبت داده. ان الله فالق الحب والنوا، الله متعال شکافنده دانه هست و به همین صورت هسته هست. شکاف خوردن هر هسته و هر دانه آغاز و ابتداء حیاتی هست که در هر هسته و هر دانه آغاز میشه، یعنی آغازگر ایجاد حیات الله متعال هست. و الله متعال که این حیات رو به موجودی بخشید، به همین صورت الله متعال بخشندگیش و ربوبیت یا مدیریت او بر این خلق مستمر وجود داره. خلقت الله متعال و اداره این خلق یک امر اتفاقی لحظه این نیست که در وقتی از اوقات یا لحظه ای از لحظه ها محصور بمونه و ما بتونیم براش محدودیت زمانی رو تعیین کنیم. امری هست که از حد زمان و مکان وسیع‌تر و غیر قابل تصور برامون هست. در هر لحظه میلیاردها میلیارد موجود زنده حیات به دست میارن و همه این موجودات زیر نظر پروردگار عظیم حیات رشد در ضمن این حیات میکنند. والله متعال این موقعیت و این امکانات رو بهشون ارزانی میکنه. هیچ کدوم از اینها خودشون خودگردان یا بگیم ایجاد کننده خود نیستند. نه جنینی که در شکم مادر هست برای به دست آوردن غذا و ایجاد کردن رشد در خودش و یا حیات و روح دمیدن در خودش تلاشی یا کاری انجام میده و نقش داره، و نه دانه ای که از در زمین شکافته میشه و جوانه میزنه و به همین صورت از خورشید بهره میگیره و از خاکم بهره میگیره و به مراحل مختلف نمو و رشد خودش میرسه و در نهایت ثمر میده. همه اینها در سایه ربوبیت رب العالمین هست، ربی که
تمام جهان زیر نظر او لحظه به لحظه جهت معینی رو دارن میگذرونند. به خاطر این کلمه رب با کثرت در قرآن کریم میاد و ما هم با جمله ربنا همیشه دعای خودمون رو آغاز میکنیم. این مدیریت یا این تدبیر اموری که بی حد و حساب و بی مرز و بی حد تصور در دنیا وجود داره، همه اینها مرتبط هست با حاکمیت و سلطه‌ای که الله عزیز و علیم جلوه هایی از حاکمیت او در این خلق ظاهر میشه. به دنباله این آیه، در دنباله آیه 95 آیات بعدی همشون باز هم تعریف و معرفی الله متعال هست. هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها، هو الذی انشأکم من نفس واحده، هو الذی انزل من السماء ماء. همه اینها، همه این تعریف های که در ارتباط با الله متعال صورت میگیره، هو الذی انشأکم من نفس واحده، او هست شما رو از یک نفس آفرید. هو الذی انزل من السماء ماء، او هست که از آسمان آب فرستاد و اخرجنا بهی نبات کل شیء، هر حیات و نباتات، هر نباتی رو ما ایجاد کردیم. فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا. ولی با وجود همه اینها که تنوع وسیع و گسترده ای داره و خودتونم میبینید که در این همه اینها با این وسعت و با این دقت و با این حکمت عظمت و کبریای پروردگار متعال رو چگونه میشه تصور کرد. ولی با وجود همه اینها جعلوا لله شرکا، با الله متعال اومدن شریک قرار دادن، از جمله جن رو به طور خصوص، در حالی که خلقهم، الله متعال اونا رو آفریده. و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، و برای الله متعال ساختن، در واقع خرقه یعنی چیزی رو بناحق ایجاد کردن، بافتن براش فرزند، دختر و پسر بدون دلیل. سبحانه و تعالی اما یصفون، الله متعال مبرا هست، پاک هست از این، از اون چه که بهش از وصف نسبت میدند. این اوصاف که شایسته پروردگار متعال نیست، به همه اینها در واقع نوعی از نقص رو در بر داره. خب در هر دینی به گونه ای هست. در برخی از ادیان ملائکه رو فرزند خدا میدونن، در برخی از ادیان برای الله متعال فرزندی رو به عنوان مسیح در نظر میگیرن، و برخی از ادیان هم به همین صورت انبیا رو بهشون مقام الهی میدونن، و برخی از مذاهب و ادیان از اولیای الهی مقام خلافت الهی و جانشینی پروردگار رو میسازن و بهشون نسبت میدن. همه اینها در واقع به یک امر منتهی میشه، و اون این هست که الله متعال مبرا هست، پاک است از این صفات نقصی که به اون نسبت میدن. اللهی که این خلق آفرینش با این حکمت و با این دقت زیر نظر او اتفاق میفته، او الله نیازی به جانشین، نیازی به خلیفه، نیازی به معاون، نیازی به فرزند، نیازی به وزیر نداره. او الله، اللهی هست که فالق الحب و النوا است. کل حیات از او اخذ شده هست، و به همین صورت تمام هستی
زیر نظر او وجود خودشان را حاصل کردند. این مختصر مطالبی که در ارتباط با صفت فالق الحب و النوا در واقع گفتیم. در ضمن این آیات برامون مهمترین پیامی که داره این هست که همانطوری که ما در ضمن این نظام، در ضمن نظام خلقت، الله متعال رو، کمال پروردگار متعال رو، عظمت رب ذوالجلال رو به خوبی مشاهده میکنیم، به همین صورت در عبودیت خودمون، در اطاعت خودمون و در فعالیت‌های روزمره خودمون این مقام رو در نظر بگیریم، از او هدایت رو بگیریم و از او کمک بخوایم و سعی کنیم که از لطف او و رحمت او خودمون رو محروم نگردیم. سالات متعددی شده که یکی از دوستان پرسیده که کلمه سید به چه معنا هست و یا ازدواج کردن با سید اشکال شرعی داره. واژه سید یا سادات در عرف اجتماعی ما فعلا به کسانی اطلاق میشه که میگن از نوادگان یا از نسل آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت پیامبر حضرت حسن یا حسین هستند یا بودند. این نسب یا این نسبت، قبل از هر چیز باید بدونیم که یک نسبت علمی دقیقی نیست که ما فکر کنیم که حتما اون کسی که میگن سید حتما از نوادگان حضرت حسن یا حسین هستند. ولی خوب بالفرض که ما این موضوع رو یقینی هم بدونیم، یا اینکه شجره نسب برای کسی وجود داشته باشه، باز هم الله متعال در قرآن کریم به ما این اصل رو توصیه کرده و این اصل رو گفته که اون چی که به ما منفعت میرسونه عملکرد خودمون هست و دیانت و ایمان خودمون هست. اگر اهل ایمان باشیم و اهل عمل صالح باشیم، از ایمان و عمل صالح خودمون بهرمند خواهیم شد، و اگر هم خدایی نکرده محرومیت به دست آوردیم، هیچ سودی نسب ما نمیتونه داشته باشه در نجات ما. بر این منوال الله متعال نمونه هایی در قرآن کریم آورده، نوح رو آورده که فرزندش رو نتونست نجات بده، آذر رو آورده که فرزندش نتونست پدر رو نجات بده، ابراهیم علیه السلام با تمام سعی و تلاشی کرد نتونست پدر خودش رو نجات بده، ابو طالب رو البته اشاره کرده، اسمش رو نیاورده ولی خب به طور کنایه اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه این تو اون کسی که در پی هدایتش هستین و یا این که تلاش میکنی نمیتونی هدایت بدی، الله متعال از هدایتگر هست. و در مجموع نمونه های مختلفی میاره از خانواده هایی که مثلا زن فرعون هست ولی ایمان میاره و از جمله نجات یافتگان میشه، و به همین صورت برعکس این موضوع میبینین که زن حضرت لوط هست که خیانت میکنه به شوهر خودش در امانت داری یا در حفاظت اسرار خانه و جزء هلاک شدگان میشه. و به زنان پیامبر امهات المؤمنین الله متعال همین اصل رو توصیه میکنه به اونها،
با رعایت این اصل یا پذیرش این اصل، اصل تقوا و ایمان و عمل صالح، مقام ام المؤمنین بودن و مقام اسوه و نمونه بودن مؤمنین رو به دست آوردند. در نتیجه اون چی که سبب نجات انسان میشه ایمان و عمل صالح هست. سبب و نسب دردی رو نمیتونه دوا بکنه. اما اینکه حکم شرعی در ارتباط با این افرادی که نسبت بهشون سید داده میشه، فقط تنها حکم شرعی که وجود داره در بحث زکات هست، که انجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ گونه چشم داشتی به اموال مردم نداشتن و الله متعال ایشون رو کلن از نگاه به دنیا منع میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حتی در وفات، بعد از وفات هم معشر انبیا کلن چیزی رو به ارث نمیذارند، نه از دنیا بهره میگیرن نه هم دنیا رو میذارند و اون چیزی گذاشتن هم صدقه هست. و این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از ویژگی های خاصی که داشتن این بود که از اموال صدقات یا زکات استفاده نمی کردن و منع می کردن یا براشون ممنوع بود برای خانوادشون، تا اینکه هیچ گونه تصور غلطی نشه که از دین بهره برداری میشه یا از دین میخواد از به نام دین نون بخوره، همونطوری که متاسفانه امروزه خمس رو راهی برای نون در آوردن مقرر کردند. این ویژگی خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و بر این اساس برخی از فقها بر این هستند که این حکم تا به حال، تا به امروز، تا قیامت، یعنی بگی برای مسلمانانی که جزء اهل بیت پیامبر یا از اون نسل هستند، برشون زکات خوردن یا گرفتن جایز نیست. این حکم استثنایی که وجود داره، این هم البته گفتم سروش اختلاف است که آیا واقعا این حکم تا به حال مونده یا فقط مختص به زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، یا اینکه اگر نیازمند و فقیر و مستمند باشن جایز هست، این بحث فقهی هست. اما ازدواج و امثال اینها هیچ گونه ربطی به هیچ قبیله‌ای نداره، بلکه قرآن کریم ایمان رو ملاک قرار میده و برعکس شرک رو مانع ازدواج مسلمان با مشرک معرفی میکنه. اما دوست دیگری پرسیدن که قصد ازدواج دارن با فردی که در واقع از نظر فکری یا اعتقادی منسلک هست با مذهب شیعه. پیروان مذاهب همشون مثل هم نیستند. خود مذهب خب واضح هست که این مذهب یا مذهبی که به عنوان مذهب شیعه ازش یاد میشه، متاسفانه هم از نظر اعتقادی و فکری آلوده به شرک هست، هم از نظر ایمانی به ختم رسالت یا نبوت اعتقاد وجود نداره، بلکه مقام نبوت و بالاتر از نبی رو به ائمه نسبت داده میشه و ائمه صفات خدایی دارن که ولایت تکوینی و جهان رو اداره میکنن و اون امامی که وجود نداره، امام زمان، کل صفات الله رو در واقع اون تصاحب داره، طوری که در اعتقاد عموم پیروان این مذهب وجود داره. و نسبتی که خودشون رو به اهل بیت میدن نسبت دروغ بیجایی هست، هیچ نسبتی به اهل بیت ندارن، هیچ گونه سندی بر این که اون چه که میگن به اهل بیت نسبت داره یا ارتباط داره وجود نداره، غیر از یک ادعای دروغی که مدعی هستن. اون چی که مراجعی که دارن، کتبی که دارن، همشون از کلینیشون بگیری تا مجلسی که قرن هفتم یا هشتم زندگی میکرده، همه اینها با اسانید جعلی روایات رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدن و این روایات ها هم به صورت علمی هیچ کدوم از اینها تحقیق نشده و نمیتونه بشه، چون اگر تحقیق بشه هیچ سندی و هیچ روایتی نمیتونه صحت خودش رو اثبات برسونه. مبانی علمی که اهل سنت رعایت میکنن در نسبت دادن یا روایت کردن
اقوال پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا در این مذهب جای خاصی رو نداره. در نتیجه اگر پیرو حقیقی این مذهب باشه تمام این مشکلات رو داره، هم از نظر اعتقادی آلودگی فکری و شک داره، به مقام پیامبر هم باز بالاتر از اون به ائمه داده میشه، یک دین مستقلی هست، چون همون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنشون رو مقامشون رو ما مقام منتخب الهی میدونیم و گفتارشون رو حجت میدونیم، همون حجیت رو میدن به تمام ائمه و جمله کسی که اصلا وجود خارجی و اینی نداره. به هر حال در مجموع اختلاف بسیار عمیق و بسیار بنیادینی هست و بر اساس این اختلافات بنیادین و عمیق جایز نیست که انسان مسلمان با صاحب این چنین افکار و اعتقاداتی ازدواج بکنه، چه میخواد زن باشه چه میخواد مرد باشه. اما اونطوری که ابتدا هم گفتن لازم نیست که هر کسی که خودش رو پیرو اهل سنت بدونه موحد به تمام معنا باشه و هر کسی که خودش رو باز هم مدعی یا اسم تشیع روش باشه، یعنی اینکه تمام این افکار انحرافی رو داره، این هم لازم نیست. خیلی هستن از بین اهل تشیع یا اون کسانی که بهشون شیعه گفته میشه ولی اعتدال و به همین صورت از توحید بهره مند هستند. مسائل فقهی رو خب به طور ارثی گرفتن از مصادری که به عنوان فقه جعفری ازش یاد میشه و اون هم بحث ندانستن یا ناآگاه بودنشون هست از مصادر فقهی، اما از فکری قرآنی هستن، از قرآن اعتقاد و اندیشه خودشون رو در توحید و در نبوت و در معاد گرفتن، عدل الهی رو در آخرت در قالب شفاعت نقض نمی کنند. اینا همه اینها در خیلی از افرادی هست که معتدی هستن یا خودشون تحقیق کردن وجود داره. در نتیجه نمیتونیم ما به طور عموم بگیم که هر کسی که خودش رو منسلک یا منسوب به تشیع دونست حتما با این افکار آلوده هست، یا برعکس اون کسی که خودش رو منسوب به اهل سنت دونست کاملا طاهر و پاک هست. خیلی از اهل سنت هستن که باز هم از منابع اهل سنت یا از افکار اهل سنت یا از اعتقادات صحیح اهل سنت اطلاع کافی ندارند و در قرون بعدی بدعت ها و افکار اندیشه های غلطی به نام اهل سنت به اونها منتقل شده. در نتیجه اون چه که معیار هست معیار قرآن هست که اگر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا مشرکات رو به نکاح در نیارید تا اونا ایمان بیارن و مشرکین رو هم نکاح ندید یا زن ندید تا ایمان نیارن. این اصل شرک و توحید اصلی هست که مبنا هست. بعد از این میاد مسائل فکری، مسائل عملی، تقوا، ایمان و صلاحیت های مختلفی که در افراد مشاهده میکنید که معیار هست برای انتخاب. در غیر این صورت به طور مطلق نمیتونیم بگیم که هر کسی که سنی باشه جایز است که با شما ازدواج کنی، هر کسی شیعه باشه جایز نیست. گفتیم که خیلی از اهل سنت هستن که صلاحیت و شایستگی که انسان باشون ازدواج بکنه رو ندارن و برعکس خیلی از اونایی که خودشون منسوب تشیع یا ارثاً مذهبی تشیع رو ارث بردن از اهل سنت هم شاید موحدتر باشن اگر پیرو قرآن و از خرافات ملاها خودشون رو تونستن بیرون بیارن. به هر حال این اصلی هست که باید در نظر بگیرید. مطلب دیگری هم در ارتباط با سستی در نماز پرسیدن که من برادری دارم که در نمازها سست و تنبل هست در حالی که بالغ شده. سستی و تنبلی در نماز در واقع برمیگرده به ضعف ایمان. انسانی که به الله ایمان بزرگی و عظمت الله متعال، یکتایی الله متعال ایمان بیاره، به طور طبیعی خودشو نیازمند میدونه که باهاش ارتباط داشته باشه. وقت خودشو نیازمند میدونه که با ازش منقطع نشه. ارتباط با الله متعال با توحید آغاز میشه و با نماز تثبیت میشه. اون کسی که نماز رو رها کرد در واقع
این درختی که کاشته رو خشک خواهد کرد و درخت توحیدش ثمره و بارور نخواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که عهدی که بین ما در حدیث قدسی هست که بین من و بین بنده من هست با نماز هست، یعنی استمرار توحید با نماز هست. کسی که نماز رو راه کرد در واقع نقض عهد الهی و توحید رو کرده. از الله متعال میخوایم که ما رو بر دین خودش ثابت قدم نگه داره. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.